متی فصل پنجم. وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید، به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند و او دهان خود را باز کرده به آنان چنین تعلیم داد: خوشا به حال مسکینان روحانی، زیرا پادشاهی آسمانی از ایشان است. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه عدالت هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند یافت. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال کسانی که در راه عدالت جفا می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از ایشان است. خوشحال باشید اگر به خاطر من شما را خوار می‌سازند، جفا می‌رسانند و به ناحق هر گونه تهمت به شما می‌زنند. خوشحال باشید و بسیار خوشی کنید، زیرا اجر شما در آسمان بزرگ است، چون همینطور به پیامبران پیش از شما نیز جفا می‌رسانیدند. شما نمک دنیا هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد، چگونه میتوان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون ریخته پایمال مردم شود. شما نور دنیا هستید. نمیتوان شهری را که بر کوه ساخته شده است پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغدان قرار میدهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همین طور در برابر مردم بدرخشد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند. فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ و باطل نمایم. نیامدم تا منسوخ کنم، بلکه تا آنها را تمام کنم. و یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نقطه از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آن تمام شود. پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی پسترین آدم شمرده خواهد شد. حالان که هر کس شریعت را اجرا کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد. بدانید که تا عدالت شما از عدالت معلمان شریعت و پیروان فرقه فریسی بیشتر نباشد، به داخل پادشاهی آسمانی نخواهید شد. شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود ملامت خواهد شد. اما من به شما میگویم، هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود ملامت خواهد شد، و هر که برادر خود را ابله بخواند به محکمه برده خواهد شد، و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود. پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، هدیه خود را پیش قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن. با مدعی خود وقتی که هنوز در راه محکمه هستی صلح نما، مبادا آن مدعی تو را به دست قاضی بسپارد و قاضی تو را به دست عسکر بدهد و به زندان بیفتی. براستی به شما میگویم، تا پول آخر جیب خود را خرج نکرده باشی بیرون نخواهی آمد. شنیده اید که گفته شده است زنا نکن، اما من به شما میگویم، هرگاه مردی از روی شهوت به زنی ببیند، در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می شود، آن را بکش و دور انداز، زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا این که با تمام بدن به جهنم افکنده شوی. اگر دست راستت تو را گمراه می سازد، آن را ببر و دور انداز، زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا این که با تمام بدن به جهنم بیفتی. همچنین گفته شده است: هر مردی که زن خود را طلاق می دهد، باید طلاق نامه ای با او بدهد. اما من به شما می گویم، هر کسی که زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد، او را به زناکاری می کشاند و هر کس با چنین زن ازدواج نماید زنا می کند. همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما.
اما من میگویم به هیچ وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پاینداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است، و نه به سر خود زیرا قادر نیستی موی از آن را سیاه یا سفید کنی. پس سخن شما فقط بله بله یا نه نه باشد، زیاده بر این از شیطان است. شنیده اید که گفته شده است، چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان. اما من به شما میگویم، به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن، و اگر کسی بر گونه راست تو سلی میزند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به محکمه بکشاند، کرتی خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن 1 کیلومتر راه مجبور نماید، 2 کیلومتر با او برو. به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش، و از کسی که تقاضای قرض میکند روی نگردان. شنیده اید که گفته شده است، همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن. اما من به شما میگویم، دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون آفتاب او بر بدان و نیکان یک قسم میتابد و باران او بر درستکاران و بدکاران یک قسم میبارد. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، چه اجری دارید؟ مگر جزگیران و سودخوران همین کار را نمی کنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام کنید، چه کار فوق‌العاده‌ای کرده اید؟ مگر بیدینان همین کار را نمی کنند؟ پس شما باید کامل باشید، همانطور که پدر آسمانی شما کامل است.